سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین له خدا. خدا رو شاکرم که به بنده طول عمر عنایت فرمود که این محرم رو هم درک بکنم و بابت اینکه امشب بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز و گرامی هستم. امیدوارم که در این چند شبی که بنده در خدمت تو هستم خداوند متعال عنایتی بفرماید، کلماتی رو بر زبان من جاری بکند که هم برای گوینده و هم برای شنونده انشالله مایه خیر و برکت باشد انشالله. خب اولا تشکر میکنم از شما دوستان عزیز، از برادر عزیز و دانشمندم حضرت آیت الله خلیلزاده که بنده نوازی فرمودند و بالاخره با اینکه قابل این معانی نیستم بنده، باز بنده رو دعوت کردن که در خدمتتون باشم. خود این عالم بزرگوار برای همه این کشور بس است و من به جرأت عرض میکنم با توجه به استعدادی که بنده حالا چند جلسه خدمت آقا بودم، ایشون اگر در قم بودن حتما الان از علمای طراز اول و فقیهان سلامت بودن، منتها حالا دیگه قسمت این بود که ایشون اینجوری خدمتگزار جامعه مسلمین باشن. بنده براشون دعا میکنم و برای شما انشالله. بحث هایی که بنده مطرح کردم، قبلا شما با بحث های من آشنا هستید، بحث ها معمولا بحث های قرآنی است. معمولا از آیاتی از قرآن رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم. یک بحثی رو امشب آغاز میکنم، دوستان اگر نظری دارن یا دلشون میخواد یه بحث خاصی مطرح بشه، سوالی دارن، اینا رو به من برسونن. من سعی میکنم در این چند شب که این بحث رو ادامه خواهم داد، پیرامون اون چیزی که تو ذهن شما هست یا پیرامونش سوالی دارید، تا اونجایی که بضاعت علمی بنده اجازه میده پیرامونش صحبت بکنم. در روایات ما روی مسئله ولایت خیلی تأکید شده. این روایت از امام باقر علیه السلام هست که فرمودند بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر چهار، بر پنج مسئله بنا شده است: الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. یعنی پنج چیز از ارکان اسلام است: اول نماز، دوم روزه، سوم زکات، چهارم حج، پنجم ولایت. و بعد در ادامه خود امام باقر علیه السلام فرمودند که
ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. از این پنج اونچه که مهمتر هست ولایت است. مردم خوانده نشدند به چیزی چنانچه خوانده شدند به ولایت. لذا ما باید برگردیم این بحث ولایت رو که مخصوصا پرچمدارش امروز ما شیعه هستیم در عالم، این ایام هم ایام ولایت هست و چنگ زدن به دامن امام حسین علیه السلام. بیشتر پیرامون این قضیه صحبت بکنیم. البته خیلی هم پیرامون این قضیه صحبت شده. من میدونم تقریبا هر روحانی که اینجا آمده 10 روز 15 روز یک ماه صحبت کرده، حتما چند جلسه پیرامون ولایت صحبت شده. ولایت یک بحث اساسی، بحث مادری از ارکان اسلام، همونطور که امام فرمودن مردم به چیزی مثل ولایت دعوت نشده اند. در روایات ما ولایت از نماز مهمتر است، ولایت از روزه مهمتر است، ولایت از زکات و حج هم مهمتر است. لذا بر ماست که برگردیم یک بار دیگر بحث ولایت رو مطرح بکنیم. من سعی میکنم که این بحث رو خیلی مختصر، از اصطلاحات علمی استفاده نکنم، از اصطلاحات فلسفی استفاده نکنم، بیشتر بحث قرآنی مطرح کنم. معمولا این بحث موقعی که مطرح میشه بحث روایی مطرح میشه، یعنی علمای ما موقعی که بحث ولایت مطرح میکنن میرن سراغ روایات. موقعی که بحث روایت مطرح میشه شماها گرفتار میشید، یعنی موقعی که میخواید این بحث رو برای دیگران مطرح کنین از شما سوال میکنن خب قرآن چی میگه، درسته؟ یعنی موقعی که روایت رو مطرح میکنید خیلی ها روایت رو از شما نمیپذیرن، میگن این روایاتیه که خود شیعه جعل کرده. من دلم میخواد این چند شبی که بحث میکنم اصلا روایت نخونم، چون روایات شما بلدید. من بحث رو از منظر قرآن مطرح میکنم. اگر یک جایی هم روایت خوندم، روایت رو به عنوان شاهد مطلب میگم نه به عنوان دلیل. هر چه که گفتم از قرآن میگم. اگرم یه جایی یادم رفت از قرآن دلیلشو بگم، شما بهم بگید فلان ادعا رو کردی، آیه قرآنشو نخوندی. من آیه قرآنشو خدمتتون فردا شبش عرض میکنم. پس این یک نکته. بحثی که ما پیرامون ولایت مطرح میکنیم بحث فقط قرآنیه، یعنی ببینیم قرآن در مورد ولایت چی میگه. البته این حرفی که ما میزنم معناش نیست که روایات ما اعتبار ندارد. فعلا ما میخوایم بحث قرآنی مطرح بکنیم. روایات رو شنیدید، ما بحث قرآنی مطرح کنیم. این یک نکته. نکته دوم، این بحثی که مطرح میکنیم بحث لغوی نیست. آخه بعضیا موقعی که وارد بحث ولایت میشن شروع میکنن آقا ولایت یعنی چه، لغت ولایت رو معنا میکنن و بعد در 12 تا معنا برای این لغت ولایت جور میکنن و یه بحث خسته کننده ای میشه، چیزی هم آخر کار دست ملت رو نمیگیره. من بحث لغوی و بحث مفهومی اینا نمیکنم که ولایت یعنی چه، کاری به این معانی هم نداریم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، الان مرسوم شده تا بحث ولایت مطرح میشه میگن آقا ولی الله کیه. ما میگیم مثلا ولی الله امیرالمؤمنین بوده است، امام حسین، امام حسن مجتبی علیه السلام بودن. بعضی دیگر از مسلمان ها میگن ولی الله کس دیگری است، هر کسی که به پادشاهی برسد میشود اولی الامر. اینو بهش میگن بحث مصداقی، ولی الله کیست. ما رو اینم بحث نمی کنیم، این اصلا دعوا نداریم. ما میدونیم ولی الله کیه. ولی الله برای ما کی آقا؟ ائمه اطهار هستند دیگه، دعوا نداریم. من حالا چی برای شما ثابت کنم؟ شما که اینجا نشستید همتون امام حسین رو قبول دارید، حالا من میام ثابت بکنم 10 شب که آقا ولی الله مثلا فلان آقا نیست، امام حسین ولی الله هست. اینم چیزی به درد شما نمیخوره. بحثای خوبی هستن، بحثای علمی هست، به درد حوزه‌های علمیه میخوره، به درد شما نمیخوره، شما بلدید. اینا رو من نمیخوام بگم. پس نه بحث روایی میکنم یک، نه بحث مفهومی و لغوی میکنم دو، نه بحث مصداقی میکنم. یعنی دعوای بین شیعه و سنه را نمیداد. من نمیخوام سنی شیعه بکنم، نمیخوام شیعه سنی بکنم، اصلا این بحثا نیست. میخوایم ببینیم که ولایتی که قرآن مطرح میکنه یعنی چه، یعنی قراره این منصب ولایت برای ما چه کار بکنه. یعنی در حقیقت به قول امروزی ها یه بحث کاربردی. ما این همه دم از ولایت زدیم، ولایت ولایت کردیم. اگر از یک شیعه بپرسن آقا این ولایت یعنی چه از منظر قرآن، کدام آیه قرآن دلالت بر ولایت میکنه، ولی الله بناست برای انسان چه کار بکنه، این بحث رو ما خواهیم مطرح بکنیم. این قرآن چی میگه؟
و بعد که من بحث قرآنی رو گفتم شب آخر ازتون سوال میکنم خب حالا این چیزهایی که قرآن گفت چه کسی میتونه این کارا رو انجام بده؟ ما فعلا کار نداریم که ولی الله علی است یا غیر علی، این بحث رو مطرح نمیکنیم، ولی بحث خودش به اینجا میرسه. یعنی روز آخر که ما خواستیم بحث رو جمع بکنیم، اون وقت از شما سوال میکنیم خب چه کسی میتواند این کارها رو بکنه؟ وارد بحث شدیم، خودتون متوجه قضیه خواهید شد. یه صلوات بفرستید. خب من مباحثم رو نکته نکته میگم. دوست دارم آقایانم که امشب میان فردا شب هم بیان، این مطالب کاملا علمیه ولی خیلی زبان ساده مطرحش میکنم. نکته اول این که ببینید، در اصل این که خداوند ولایت دارد، یک، رسول الله ولایت دارد، دو، و افراد دیگری که خدا نیستند و رسول هم نیستند ولایت دارند، بین شیعه و سنی اختلاف نیست. یعنی اینطور نیست که برادران اهل تسنن ما ولایت رو قبول نداشته باشن. ولایت یک اصل مسلم قرآنی است و هیچ مسلمانی تا به امروز منکر بحث ولایت غیر خدا و غیر رسول الله نشده است. باز تکرار میکنم، این جمله خیلی مهمه. ولایت یک اصل مسلم قرآنی است و هیچ مسلمانی تا به امروز ولایت غیر خدا و غیر رسول الله را انکار نکرده است. اگر یک مسلمانی پیدا بشه بگه من مسلمانم اما ولایت غیر خدا و غیر رسول رو قبول ندارم، فوری بهش بگی تو مسلمان نیستی. چرا؟ چون آیه 55 سوره مائده صریحا دلالت بر این قضیه داره. ببینید، انما ولیکم الله، یک، ولی شما کیه؟ خدا، یک، ولیکم یعنی ولی شما، ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ببینید این همه، این دیگه چیزی نیست که من بخوام تفسیر بکنم، دارم آیه رو ترجمه میکنم، شما هم لازم نیست کسی براتون، تا خودتون میفهمید. ولی شما کیه؟ سه نفر، یکی خدا، یکی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و سوم الذین آمنوا. خود قرآن وقتی الذین آمنوا رو توضیح میده، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. حالا اون الذین آمنوا کیه ما کار نداریم، ما میدونیم کیه، اونا هم میدونن کیه، ما بحث نمی کنیم روی این قضیه. فقط فعلا این یک نکته که هیچ مسلمانی تا به امروز پیدا نشده و جرأت هم نمی کنه. یعنی انقدر آیه قرآن صریح، روشن، واضح دلالت میکنه که کسی نمیتونه بگه آقا ولی فقط خداست و رسول خدا. نه، ولایت هم مال خداست، یک، هم مال رسول خداست، دو، و هم مال الذین آمنو، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یعنی کسانی هستند در منطق قرآن به صریح آیه قرآن که پیغمبر نیستن، خدا هم نیستن، اما ولایت دارن. اینم یک نکته. نکته بعدی این که ببینید، ما یه اشتباهی مرتکب میشیم. من دلم میخواد حالا که داریم وارد بحث ولایت میشیم، شب اول هست، داریم تنورشو داغ میکنیم تا ببینیم شبهای دیگه چه حرفای مهمی این وسط در میاد، شما یه اشتباه رو نکنید. ببینید، ولایت با امامت، با امام، با ولی با هم فرق میکنه. ما معمولا موقعی که وارد واژه ها میشیم، واژه ها رو میمالیم به هم، به جای هم استعمال میکنیم. معمولا دو تا کلمه رو کنار هم به کار میبریم، ولایت و امامت. فکر میکنیم ولایت و امامت معناش یکی، درسته؟ بله؟ شما فکر میکنید فرق میکنه ولایت و امامت؟ بله؟ فرقش چیه؟ معمولا ولایت و امامت رو کنار هم استعمال میکنیم و معمولا هم فکر میکنیم ولایت با امامت معناش یکیه.
حالا انشالله تو این شبها میگم ولا، همین امشب میگم ولایت با امامت کاملا معناش فرق میکنه. اصلا ولایت یک مقوله است، امامت یک مقوله دیگر است. این یک نکته. یک کار دیگه‌ای که ما میکنیم و این اشتباهه و اون این است که ما تا میخواییم بحث ولایت رو مطرح کنیم میریم سراغ ولی الله، تا میخواییم بحث امامت رو مطرح کنیم میریم سراغ امام. ببینید موقعی که در مورد امام داریم صحبت میکنیم یعنی در مورد حسین ابن علی علیه السلام داریم صحبت میکنیم. حسین علیه السلام یک شخص است، امام است، اما امامت که نیست. حسین علیه السلام یک شخص است، ولی است، اما ولایت که نیست. ولایت اصلا انسان نیست، ولایت یه منصبه، امامت یه منصبه. ما معمولا این دوتا بحثا رو با هم قاطی میکنیم. از بس به امام احترام میذاریم، از بس امام رو دوست میداریم، از بس دلمون میخواد در مورد امام حسین حرف بزنیم، تا میگیم آقا ما خواهیم در مورد ولایت صحبت بکنیم، میگیم در مورد ولایت میخواهیم صحبت کنیم ولی در مورد ولایت صحبت نمیکنیم، میریم سراغی که امام. این یه اشتباهه. ما باید حواسمون باشه بحثا رو قاطی نکنیم با هم. بله یه وقتی هست که ما نشستیم دور هم میخوایم روزه بخونیم، میخوایم حرف بزنیم، میخوایم عشق کنیم، میخوایم با امام حسین معاشقه میکنیم، شروع میکنیم از امام حسین صحبت کردن. این بحث ولایت نیست، این بحث امامه، این بحث امامت نیست، این بحث ولی اللهه. لذا من که الان میخوام وارد بحث بشم، من نمیخوام در مورد امام حسین صحبت بکنم، من نمیخوام در مورد امیرالمومنین صحبت بکنم، اشتباه نکنید. میخوام در مورد چی صحبت بکنم؟ در مورد منصب امیرالمومنین، در مورد ولایت امیرالمومنین، نه خود امیرالمومنین، در مورد امامت امام حسین، نه خود امام حسین. البته خب ناخودآگاه در مورد خود امام حسین هم صحبت میکنیم، اون تا بحث ما در مورد امام حسین نیست، بحث ما در مورد ولایته. این خیلی مهمه، یعنی این هست که امام حسین رو امام حسین کرده است. لذا باید برگردیم رو خود ولایت یه مقداری توضیح بدیم، صحبت بکنیم. اینم یک نکته که اشتباه نشه. اینا رو من دیگه نمیشمارم، نمیگم نکته دوم نکته سوم، چون اگه بگم نکته دوم سوم چهارم قاطی میکنم خودم. شما بعدن که رفتید خونه توی کاغذی بنویسید، شما قاطی نکن. نکته بعدی این که ببینید، در نکته اول گفتم که هیچ مسلمانی پیدا نشده که ولایت رو انکار بکنه، ولایت غیر خدا و غیر رسول الله. حالا یه حرفی نمونده خود شیعه میخوام بزنم. از روز اول اسلام که همراه به وجود آمدن اسلام شیعه هم متولد شد، چون میدونید شیعه بعد از رسول الله به وجود نیامد، شیعه همراه اعلام اسلام شیعه هم متولد شد. از این از همون روز اول شیعه بود. از روز اول اسلام تا به امروز هیچ شیعه، هیچ عالم شیعه پیدا نشده است که بگوید ولی الله ولایتش مستقل از ولایت خداست، ولایتش در عرض ولایت خداست. هیچ کس تا حالا همچه حرفی نزد. یعنی چه؟ من ساده بگم حرفو، یعنی این که پیامبر ولایت دارد، ولی بعد از پیامبر که ما میگیم امیرالمؤمنین است ولایت دارد، منتها امیرالمؤمنین پیامبر بدون اجازه خدا آب هم نمیخورد. یعنی اینطور نیست که امیرالمومنین هر کار خودش بخواد میکنه، اینطور نیست که رسول الله هر کار خودش خواست میکنه. هیچ عالم شیعه تا به امروز، باز تکرار میکنم، هیچ دانشمند شیعه تا به امروز، ممکنه یه وقتی یه کسی بی سوادی بلنگوور داره یه حرفی بزنه خودش هم نفهمه داره چی میگه، منتها هیچ نویسنده با سوادی در عالم تشیع از اول اسلام تا به امروز نگفته است که امیرالمؤمنین مستقل است، نگفته است که رسول الله مستقل است. هیچ کس نگفت. اگر چنین حرفی بزنه خلاف قرآن داره حرف میزنه. من یه آیه قرآن خدمتتون عرض میکنم. ببینید در سوره قصص آیه 56
خداوند صریحا به پیغمبر میفرماد اختیار دست تو نیست. به پیغمبر میفرماد، میگه اختیار دست من است. ببینید میفرماد انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا و هو اعلم المهتدی. ای پیامبر تو خیلی تند آیه ها دقت بفرمایید. میدونید پیغمبر خیلی حریص بود بر هدایت کردن مردم. لغت هرس هم خانواده هرس 5 بار تو قرآن آمده، 3 بارش در مورد پیغمبر آمده. پیغمبر حریص بود بر چی؟ حریص بود بر هدایت مردم. حریصون علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم. پیغمبر حریص بود بر هدایت مردم. ولیکن پیغمبری که اینقدر دلش میخواست مردم هدایت بکنه، اینقدر تلاش میکرد، اینقدر خون جگر میخورد، قرآن میفرماد ای پیغمبر اینطور نیست که تو هر که رو خواستی بتونی هدایت کنی. انک لا تهدی من احببت، تو نمیتوانی هدایت کنی هر که رو خودت دوست داشتی. ولکن الله یهدی من یشا، این خداست که هدایت میکنه، خداست که کلام رو بر زبان تو جاری میکنه. این یعنی چه؟ یعنی ولایت رسول الله و ولایت کسانی که بعد از رسول الله آمدن که حالا هر کس که باشن، اینها در طول ولایت خداست نه در عرض ولایت خدا. اینا مستقل نیستن. ما برای امیرالمؤمنین مقام استقلالی قائل نیستیم. خود امیرالمؤمنین هم همچین چیزی قائل نبود. شما فکر نکنید اگر میخواید امام حسین رو بالا ببرید یه مقامی برای امام حسین قائل بشید که امام حسین مستقل هر کار دلش خواست میتونه بکنه. نه، امام حسین خودش معتقد بود که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یعنی هیچ استقلالی ندارد. خود امام حسین فرمود الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اكون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اكون جهولا فی جهلی، خدایا من در عین داراییم ندارم چطور در زمانی که فقیرم داشته باشم. خودشو به عنوان فقیر معرفی میکنه در دعای عرفه. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته. امام حسین به خدا عرض میکنه خدایا من اگر تو دستم رو نگیری منو نه ایستانی، من نمیتوانم بایستم. خدایا من در عین دانایی جاهلم، پس چطور در عین نادانی جاهل نباشم؟ این جملات مال امام حسینه. لذا این که بعضی ها به ما ایراد میگیرن شما دارید شرک میگید، این شرک نیست. ما معتقد نیستیم که ائمه اطهار هیچ گونه استقلالی در انجام امور خیش دارند، حتی در انتخاب اون کسانی که میخوان ولایتشون بپذیرن. یعنی امام حسین تحت اختیار خودش نیست که ولایت من و شما رو بپذیره، باید با اجازه خداوند ولایت ما رو بپذیره. پس این هم یه نکته. اگر توجه به این نکته کردید و قبولش دارید که ائمه اطهار استقلالی ندارن، یه صلوات بفرستید. ببینید این حرفی که الان شما برایش صلوات فرستید حرف خیلی مهمیه، یه بابی رو باز میکنه. ما داریم میگیم اهل بیت ما استقلال ندارن، خودمختار نیستن، تمام زندگیشون تمام اموراتشون دست خداست. قرآن هم فرماد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی حتی شما موقع که اراده میکنید اراده شما تصمیم شما هم با اراده خداست. یعنی اگه خدا نخواد شما تصمیم هم نمیتونید بگیرید. 2-3 مرتبه این آیه در قرآن ها تکرار شده و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی مشیت شما هم به مشیت الهیه. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید مگر اینکه خدا بخواد. خب ببینید اگر بناس ولایت والیان در طول ولایت خداست، از نوع ولایت خداست، باید برگردیم ولایت خدا رو در قرآن معنا بکنیم. اگر ولایت خدا رو در قرآن معنا کردیم، اون وقت ولایت امام حسین و امیرالمؤمنین هم برای ما روشن میشه. تا ما ولایت خدا رو معنا نکنیم، ولایت رسول الله رو معنا نکنیم، نمیفهمیم حسین ابن علی چه کار است. بینید حسین ابن علی ولی اللهه، اون چیزی که حسین رو ولی الله کرده است ولایته. ما باید ولایت رو بفهمیم تو حسین رو بفهمیم.
اگر بخوایم ولایت حسین رو بفهمیم باید برگردیم ولایت خدا رو بفهمیم، چون فرمود انما ولیکم الله یک و رسوله و الذین آمنو، یعنی اول باید خدا رو روشن کنیم ولایتش چگونه است، بعد رسول الله ولایتش چگونه است، بعد ببینیم ولایت امام حسین چگونه است. لذا بر میگردیم به ولایت خدا. یه نکته میخوام عرض کنم، توضیح بدم که چرا گفتم ولایت با امامت فرق میکنه. خیلی نکته مهم، اینا نکات پله پله است، تا این نکته رو نگیم نمیتونیم فردا شب نکات بعدی رو بگیم، دقت داشته باشید. یه آیه میخوام امشب براتون بخونم، همتون بلدید اما شاید دقت توش نکردید. ببینید یه مقدمه عرض کنم، خدا خالق همه است، یعنی هیچ موجودی رو شما پیدا نمی کنید که خالقی غیر از خدا داشته باشد. لذا قرآن فرماد خالق و کل شیء، هر مخلوقی خالقش خداست. فرقی هم نمی کنه این مخلوق امیرالمؤمنین باشد، معاویه ابن ابی سفیان باشد، شمر ابن زلجوشن باشد، یا امام حسین علیه السلام باشد. هر چه که در عالم خلق شده خالقش خداست، یعنی خداوند در خالقیت عمومیه، مال هم است. شما سوره حمد رو بخونیم با هم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، بلند بگید رب العالمین. عالمین یعنی چه؟ یعنی هر که هست، جهانیان. ربوبیت خداوند مال من و شما نیست. شما فکر نکنید خداوند مربی ما مسلموناست، ما مؤمناست، ما شیعاست، نه. ربوبیت خداوند مال همه عالم. یه سوسکم که رو زمین را میره، خداوند رب اینم هست. یه حیوانی هم که چهار دست و پا را میره، خداوند رب اونم هست. این کوهایی که شما میبینید و این درختان، خداوند رب اینام هست، رب من و شما هم هست. این دیگه جمله ایست ما هر روز میگیم دیگه، الحمدلله رب ال... هیچ استثنا نداره. آیات قرآن زیاد داریم تو این قضیه، رب و کل شیء. ببینید این کلمه رب تکراری ترین اسم خدا در قرآن ربه. این چند بار تو قرآن آمده؟ کلمه رب در قرآن حدود 1000 بار اومده، یه چیزی حدود 980 بار، 990 بار. چی آقا این صدا میده اینجا؟ مال خودم است. قطع اصلا خط نداره. بر خاتم انبیاء محمد صلوات الله محمد محمد. ببینید من توجه بدم شما رو به این کلمه رب. ببینید ما میگیم تو قرآن ربی، ربنا، ربکم، ربکما، اینا کلمات قرآنیه. رب و کل شیء، ربی یعنی رب من، ربنا یعنی رب ما، ربکم یعنی رب شما، ربهو، ربهم، یعنی شما کلمه رب رو به همه موجودات عالم اضافه میکنید. یعنی هیچ موجودی تو عالم نیست که تحت ربوبیت خداوند نباشه. این شد دو تا کلمه، یکی خالق عمومیه، یکی رب عمومیه. دیگه کدام از اسامی خداوند عمومیه گفتید؟ میدونید رازق، خداوند رازق و کل شیء، خداوند رازق، یعنی هیچ موجودی نیست که از دست کس دیگری ارتزاق کنه، رازق و کل شیء. خیلی از اسامی خداوند هست که عمومیه، هادی، خداوند هدایتگر همه موجودات است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، رب ما خداییست که هر موجودی رو خلق میکند سپس هدایتش میکنه. پس کلماتی مثل خالقیت، مثل رازقیت، مثل ربوبیت، مثل الوهیت، مثل هادویت، اینا عمومیه، اینا اسامی عمومیه. ولی یه اسم خدا داره اختصاصیه، و اون چیه؟
ها ولایت، ولایت خدا عمومی نیست. آیش هم بلدید آیت الکرسی بلدید؟ الله ولی الذین آمنو. ببین خداوند خالق و کل شی، خداوند رازق و کل شی، خداوند اله و کل شی، خداوند رب و کل شی، اما خداوند ولی و کل شی بگید نیست. یه نکته میخواد در بیاد تو شما، حواستون هست؟ ولایت یه خزینه اضافیه که خداوند این خزینه را پای هر موجودی نمی کند. تو بحث ولایت موقعی که خدا میاد میخواد دستگیری کنه، میخواد رهبری کنه، میخواد بگه که الله و ولی الذین آمنوا، بخونید ادامشو، یخرجهم من الظلمات الى النور. ببینید یخرجهم، یه وقتی هست یه نفر میگه آقا این آدرس رو ببین من کجا برم، یه کاغذ میده دست شما، من توی شهر گم شدم کجا برم، میگید آقا برو اینجا سوار تاکسی بشو این آدرس رو بهش بده میبرتت فلان جا، راهنماییش میکنی. یه وقت یه نفر میاد به شما میگه آقا این آدرس رو میبینید، دست منو بگیر ببرم اونجا. دیگه بحث راهنمایی نیست، ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم رهبری، یعنی منو ببر. میشه ولایت. ولایت غیر از راهنماییه، غیر از هادویته. اونجایی که خداوند داره هدایت میکنه، انا هدیناه السبیل، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل، میگه ما انسان آفریدیم راه رو بهش نشون دادیم. اما تو بحث ولایت که میاد بحث انسان دیگه نیست، بحث الذین آمنوه، بحث هدایت نیست. میگه یخرجهم، یخرجهم یعنی چه آقایون؟ نمیگه هدایتش میکنم، میگه اخراجش میکنم. یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر شما آمدید به یک نفر گفتید آقا این کار درسته این کار غلطه، یعنی از نور به از ظلمت به نور خارجش کردید؟ نه، زمانی شما کسی را از ظلمت خارج میکنید میاریدش تو نور که بهش حرف نزنید، دستشو بگیرید ببریدش. در بحث ولایت خدا میخواد یک کار اختصاصی انجام بده، یک کار ویژه انجام بده. اون کار برای همه انسانها دیگه نیست. پس تا اینجا متوجه این قضیه شدید که ولایت الله با ربوبیت الله فرق میکنه، ولایت الله با خالقیت الله فرق میکنه، ولایت الله با الوهیت الله حتی فرق میکنه. ولایت یه چیز اختصاصیه، مربوط به خواصه، مربوط به همه انسانها و همه موجودات نیست. گرفتید تا اینجا را؟ اگر تا اینجا را گرفتید یه صلوات بفرستید، یه نکته دیگه بگم. خب آماده اید بگم؟ مطمئنی؟ آقا تفاوت امامت با ولایت مثل تفاوت ربوبیت خدا با ولایت خداست. ربوبیت خدا چی جوری بود آقا؟ شما بگید. عمومی بود. ولی ولایت چه بود؟ خاص بود. امامت هم همینطوره. امامت امام یه منصبه، ولایت امام هم یه منصبه، منتها امامت عمومیه ولی ولایت اختصاصیه، مال خواصه، مال همه نیست. روز عاشورا امام حسین ایستاده وسط این صحره، 30,000 نفر اون طرف شمشیر کشیدن در مقابلش، 72 نفر در کنارش. امام، خوب دقت کنید حرف منو، به همون اندازه ای که امام این 72 نفر است، به همون اندازه امام اون 30,000 نفر است. لذا برای هدایت اون 30,000 نفر امام تلاش میکنه، چون امامه. اما یک کاری کرد برای این 72 نفر که این کار رو برای اون 30,000 نفر نکرد.
اون کاری که برای این 72 نفر کرد شما بگید ولایت بود نه امامت. و اصلا به جرأت عرض میکنم طبق همونی که گفتیم امام استقلال ندارد، امام حق ندارد طبق آیه قرآن که ولایتش را به پای انسان ظالم بریزد. حق ندارد. چرا؟ چون ولایت امام تحت اشراف ولایت خداست و از نوع ولایت خداست و خدا ولایت انسانهای ظالم و گناهکار رو، مریدان شیطان رو قبول نمی کند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اگر خدا ولایت کافر رو نمیپذیرد، اگر خدا ولایت ظالم رو نمیپذیرد، امام حسین هم حق ندارد ولایت ظالم رو بپذیرد و نباید بپذیرد. همونطور که خدا خدای مؤمن هست، خدای کافر هم هست، امام هم امام مؤمن هست، امام کافر هست، اما همونطور که خداوند ولایت هر کسی را نمیپذیرد، امام هم ولایت هر کسی را نمیپذیرد. لذا بحث وقت من تمام. ما اگر میخوایم وارد بحث ولایت امام بشیم، یعنی امام سرپرستی ما رو بپذیره که روز قیامت بگیم که حسین ابن علی یک گروهی را یخرجهم من الظلمات الى نور، باید بشیم جزو الذین آمنو. اگر جزو الذین آمنون نشیم، تحت ولایت امام حسین قرار که نمیگیریم هیچ، بلکه تحت ولایت طاغوت قرار میگیریم که انشالله چون وقتم تمام هست دیگه قرار بیشتر از 40 دقیقه صحبت نکنم، ظاهرا 40 دقیقه شد. بله انشالله فردا شب این بحث رو ادامه میدیم. بحث ببینید اصلا روایت نخوندم امشب، کاملا بحث قرآنی بود. اصلا هم نمیخوام اختلاف بین شیعه و سنی رو مطرح بکنم، یعنی اگر حرفایی که من زدم یکی از برادران اهل تسنن آمدن گفتن که حرفایی که این آقا میزنه مخالف حرفای ماست، بیاد ثابت بکنه، هر چی خواست ما بهش جایزه میدیم. کاملا حرفا قرآنی و کاملا حرفایی که شیعه و سنی قبول دارن، منتها ما کم کم میرسیم به یک جایی که مجبورن بعضیا بگن آقا ما اشتباه رفتیم، ما اشتباه کردیم. اون کسانی که ما ولی الله فرض کردیم، اونا ولی الله قرآنی نیستن. آخه ببین همین الان همین امشب شما این قصه شو فهمیدید که خداوند ولایتش رو برای انسان ظالم هزینه نمی کنه. پس چطور ممکنه یه گروه بگن ظالم میشه ولی الله؟ یعنی حتی مولا علی، یعنی اون کسی که میخواد تحت ولایت قرار بگیره باید مؤمن باشه، نباید گناهکار باشه، تا چه رسد به خود ولی. حالا انشالله هی کم کم این بحث بیشتر خودشو نشون میده و امیدوارم که بتونیم هم من این که بحث رو مطرح میکنم، هم شما که میشنوید آماده بشیم برای اینکه شب عاشورا که امام علیه السلام اون جلسه بزرگ و استثنایی رو میخواد برقرار بکنه، ما هم جزو اون کسانی باشیم که تو اون جلسه اختصاصی امام شرکت میکنیم، ما هم جزو کسانی باشیم که امام یه اشاره میکند با انگشتش و انشالله پرده ها جلوی چشم ما هم کنار بره و ما هم از ولایت امام استفاده بکنیم و بتوانیم با همین اشک و چشم و با همین عزاداری ها و با همین سینه هایی که میزنیم انشالله بتونیم از ولایت امام انشالله استفاده بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. امشب شب
دوم محرمه، مثل فردایی انتظار تاریخ به سر خواهد رسید و انشاءالله امام فردا وارد صحرای کربلا خواهد شد. فردا کربلا متبرک به قدوم امام خواهد شد. قدم امام که بر کربلا قرار گرفت، کربلا مقدس شد، این خاک مقدس شد و بعد اون همه روایاتی که در زمینه کربلا آمد به خاطر این قدم بود، به خاطر این خون بود که بر این زمین ریخته شد که اگر کسی بر مهر کربلا سجده کند، حجاب‌های هفتگانه از پیش روی او برداشته خواهد شد. اگر یک ذره خاک تربت اصلی کربلا رو بر دریای متلاطم بریزید و اون دریا آرام شد، این متن روایت تعجب نکنید. واقعا هم باید همین باشه. آخه این کربلا طوفانی رو دیده، این خاک جریانی رو دیده که هیچ طوفانی به اندازه طوفان اون روز سهمگین نبوده. لذا اگر آنچه که این تربت در سینه دارد به هر طوفانی عرضه بکند، اون طوفان آرام می شود که چه کشیده است این کربلا. ظاهراً امام علیه السلام مسیرشون کربلا نبوده. اصلا از مدینه اگر خط سیر رو ملاحظه بفرمایید در نقشه هایی که هست، امام موقعی که میان به طرف کوفه قاعدتا از کربلا نباید بگذرن، چون کربلا طرف شامه، یعنی کوفه پایین تر از کربلاست. اصلا امام نباید برن کربلا، باید مستقیم برن کوفه. اینکه چی شد امام آمدن کربلا، اینطور که تواریخ نوشته اند، دلیلش حر ابن یزید ریاهی بود. موقعی که لشکر حر با لشکر امام ملاقات کرد، امام خواستن برگردن. موقعی که نامه ها رو نشون حر دادند و حر گفت من از این نامه ها خبر ندارم، اینها، امام فرمودن خب اگر شما خبر ندارید و دست از بیعت خودتون برداشتید و این نامه ها رو انکار میکنید، من برمیگردم. حر خب 1000 نفر بود، جمعیت امام هم نزدیک 50 نفر بود. میدونید جمعیت کاروانی که همراه امام حرکت کرد جمعیتش کم بود ابتدا، بعد حدود 35-36 نفر شب عاشورا ملحق شدن، این جمعیت کم و زیاد میشد. بالاخره کاروان امام تعدادش کمتر از کاروان حر بود. حر آمد، امام خواستن برگردن، آمد سد راه کرد، گفت نه، من دستور جنگیدن با تو رو ندارم، ولی دستور مفارقت کردن با تو رو هم ندارم. من مأمورم که در کنار تو بمانم تا تو رو به کوفه برسانم، حق ندارم با تو بجنگم. لذا شما نمیذاریم برگردی. بالاخره به این توافق رسیدن که حالا امام بر نگردن، کوفه هم نرن، یه مسیر سومی رو انتخاب بکنن. این شد که امام مسیر سوم رو انتخاب کردن، آمدن همین جایی که الان کربلاست. الان این اصلا تو مسیر نبود. اینجا که رسیدن، نامه رسید که به حر امام رو در یک منطقه بی آب و بی علفی سکنا بده، نگذار آب بنوشن چه و چه، که حر هم اینجا جلو امام رو گرفت. من روزه خون نیستم، بلد نیستم واقعا روزه بخونم، اما حالا از اونجایی که بالاخره سیدم حسینیم، من صاحب عزا هستم، یه ذکر مصیبت خیلی مختصری میکنم. ببینید امام چقدر مهربون بودن. دیگه بعد دوستان عزیز ادامه میدن. صاحب مجمع البحرین مرحوم طریحی موقعی که به کلمه کربل میرسد، به کلمه کربلا به مناسبت میرسد، میفرماد کربلا همون جایی است که قبر حسین ابن علی اونجاست. و بعد
این روایت رو نقل میکنه مرحوم تریحی صاحب مجمع البحرین، میگه موقعی که امام به کربلا رسیدند یه کار کردند. کربلا رفتید تا به حال؟ هیچ فکر کردید چرا کربلا قد جاذبه داره؟ چطور همه رو به خودش جذب میکنه؟ فرماد که امام موضع قبر خودشون رو، یعنی همینجای که الان قبر امام هست، و زمینهای اطرافش رو از ساکنان نینوا و قاضریه خریدن به 60,000 درهم. نینوا اینجا نیستا، نینوا یک روستایی بوده تقریبا 2 کیلومتری یا 1 کیلومتری کربلا، اینطور که هاشم عباس قومی می‌نویسه نینوا 1 کیلومتری کربلا بوده، حالا یه کمی کمتر و بیشتر مهم نیست چقدر فاصله داشته. قاضریه هم یا قاضریات اونم یه روستای دیگه بوده، یعنی یه چند تا روستا اطراف اینجایی بوده که قبر امام حسین علیه السلام هست. اینا زمین‌های کشاورزی اینا بوده که بعضن می آمدن آب ول می‌کردن تو این زمین رو کشاورزی می‌کردن. امام آمدن تا رسیدن اونجا اولین کاری که کردن 60,000 درهم دادن، یعنی ساکنان این دوتا روستا رو آوردن 60,000 درهم دادن و حضور شما عرض شد این زمین‌ها رو خریدن از اینا و بعد یه کاری کردن و بعد یه مقداری پول در اختیار اینها گذاشتن علاوه بر اون 60,000 درهمی که از اینها خریده بودن و شرط علیهم، یه شرط کردن. شرطشون این بود که انیور شدو الى قبره و یوزیفو منزارهو 3 ایام. گفتن شما مأمورید که هر کس خواست قبر منو پیدا بکنه راهنماییش بکنید بیاد سر قبر من، و موظفید تا 3 روز از زائرین قبر من پذیرایی کنید. یعنی قبل از شهادتشون امام هزینه پذیرایی از زوار رو عنایت فرمود. دیدید آدم موقع که میره اونجا چه برکتی وجود داره؟ این برکت مال همون کاریست که امام کردن، که امام زین العابدین علیه السلام اون لحظه آخری که سوار بر شتر بودند و دست و پاشنو به شتر بسته بودند و رسیدن به گودی قتلگاه، زنها و بچه ها دویدن به طرف اجساد ولی امام نتونستن برن. همینطور که زنها و بچه ها رفتن سراغ اجساد و عزاداری میکردن، یه دفعه زینب کبرا نگاه کرد به امام سجاد، دید امام سجاد رو شتر داره جان. بلا فاصله برگشت زینب کبرا، آمد فرمود که به امام سجاد چی میبینم ای یادگار برادرم، چه میکنی با خودت؟ که ازت فرمودن چطور جان ندهم در حالی که میبینم که پدرم، برادرانم، عموهایم روی زمین افتادن و من هیچ کاری نمیتوانم بکنم. بعد اونجا زینب کبرا یه پیشبینی کرد برای امام سجاد، دلداری داد امام سجاد رو. علت امام سجاد خودشون میدانستن این قضایا رو، منتها خب لازم بود از زینب تذکر بده امام که شما ناراحت نباش، طبق روایاتی که داریم انشاءالله شیعیان ما میان و اینجا چراغ روشن میکنن، هیچ وقت چراغ بر سر این قبر خاموش نخواهد شد.